السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله الذي قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا وأسوتنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا همه شما را به این روزی بندگی خدا، به این روزی جمعه تبریک و تهنیت میگویم و از خدای مهربان خواهان او هستیم که خداوند آن چیزی که در دل داریم، آن مقصود و آن مرامی که در دل ما بندگانش هست اگر نیک باشد، به فایده بندگان خدا باشد، برای پیشرفت دین باشد، خدایا حاصل گرداند. حضرت ابی هریره این صحابه جلیل القدر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از نام پیامبر گرامی می فرمودند الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه والرمضان الى الرمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک بشارت خوب برای آن کسانی که پایبند نماز پنج وقته، پایبند نماز جمعه و از روزداران ماه رمضان است، بشارت خوب دادن. قبل از آن که من این بشارت پیامبر گرامی را برای نمازگزارها و برای نمازگزارهای جمعه و برای روزدارها خبر دهم، اولا گفتنی هستم که کوشش کنیم که ماها خاندان ما و شما پر از آدم نمازخوان باشد، خرد و کلان ما پایبند نماز باشد، از خردی همیشه با طریق دعوت های ملایم، با طریق هوسمند کردن، با طریق خواهش کردن راههایی را جستجو کنیم که در دل خاندان محبت نماز را همیشه نگه داریم. کوشش کنیم که دخترکای ما، بچهکای ما اگر چند به درس خود، به کار خودم مشغولیت داشته باشند، ولی برای نماز خواندنم حریص باشند، برای نماز ادا کردنم دوستدار باشند. این وظیفه هست که اولا به ذمه هر یک پدر و هر یک مادر، به ذمه هر یک انسانی که حق را از ناحق جدا میکند، هر یک انسانی که خوب از ناخوب جدا میکند، به ذمه او این است که در این راه تربیتگری فرزندها و آن کسانی که اهل خانواده هستند همیشه کمر همت بندیم. زیرا بینیم برادران عزیز و گرامی، خدای مهربان از آن دلالت هایی که حضرت لقمان
که یکی از اهل خیرت زمان خود بود، یکی از دانشمندان مشهور و معروف زمان خود بود، ممکن گویم یکی از عالم های رقم یک همو زمان خود بود، که جناب چی خوبه برای فرزند خود گفتن، همون توصیه که برای فرزند خود دادن، خدا را خوش آمد. و بعد گذشتنی 3-4 هزار سال در قرآن سخنهای حضرت لقمان پروردگار آورد تا که پیروای قرآن خوانند و همون دلالتهای حضرت لقمان را در فرزندهای خود روا ببینند. این نصیحتهای حضرت لقمان خدا را خوش آمده بوده است. حضرت چی گفته بوده است؟ یا بنی اقیم الصلاة، فرزند من نماز تخوان. ولی اگر چند برادرای عزیز، شاید که همین نماز تخوان گفتگی از زبان ما و شما آسان صدا هم دهد، باور که در هر یک زبان پدر و مادرم این دلالت وجود ندارد. ولی شما تصور نکنید که شما خداتان که شاید فرزندکاتون که دعوت میکنین، فرزندکاتون دائم در اطراف دسترخوان و در همون گردی سرفه که شما مینشینین و دلالت میکنین، همه پدر و مادر مثل خودتان شمارین. بسیاری از پدر و مادری هست که حتی شاید فرزند از نماز خواندن با پیشگیری هم کند، این طریقش هم وجود دارد. بسیاری از پدر و مادری هست که حتی ماهیت نماز هم نمیداند. بسیاری پدر و مادری هست که حتی مسئولیتی که فردا خداوند از او برای فرزندها میپرسد از این هم درک ندارد. برای این ماها کوشش کنیم که خدا که این جمله حضرت لقمان دوست داشت بچم نماز خوان باش، ما هم باید این سخن همیشه در نزد فرزندها گوییم. جوانان بی پرواهند، اهمیت نمیتیهند نماز، شاید که اونقدر با شوق و با ذوق نخوانند، ولی گذارین پی در پی کردن که گرفت، خدای مهربان مهر و محبت نماز در دل و جای کردن میگیرد. پیامبر گرامی چی گفتند؟ کسی که 5 وقت نمازش را میخواند، یا کسی که هر یک هفته نماز جمعه را میخواند، یا هر کسی که هر سال رمضان روزه را روزه می دارد، ماه رمضان را روزه می دارد، مکافاتش چی بوده است؟ مکفراتون ما بینهن. ببینیم برادر عزیز، مکفراتون ما بینهن. شما جمعه گذشته همینجا بودین؟ یا جمعه گذشته در کدام مسجد نماز خواندین؟ این جمعه باز نماز جمعه را خوانده ایستاده این؟ از او جمعه تا این جمعه 8 روز از حیات شما سپری شد. 8 روز از حیات شما سپری شد. ولی گفتی عمر خیام ناکرده گناه در این جهان کیست بگو؟ آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو؟ این چهل حیات، چهل روز گذرانی که انسان بی سهو نباشد، بی غلط نباشد، بی لغزش نباشد. همین 8 روزی از حیات شما آن لغزش، آن سهو، آن خطا و آن گناه های صغیره که از شما به وجود آمد، خداوند به سبب باز شرکت شما در نماز جمعه همش مغفرت کرد. ببینین همش مغفرت کرد، به خاطر که شما هوادارها، دوستدارهای این روز جمعه هستین. شما پایدار، پایدار و همیشه نگهبان مرتبه و مقام این روز هستین. به این خاطر پروردگار مهربان اون سهو و لغزش های شما را همیشه از نامه اعمالتان نابود کرد. و همین بشارت برای آن کسانی که 5 وقت نماز میخوانند. نماز بامداد خواندین؟ نماز جمعه را میخوانین. بین جمعه و بین نماز بامداد اون کمبودی که بود پروردگار نابودش کرد. باز به عصر میرسین، از جمعه تا عصر اون کم بوده که شد، باز خدا نابودش میکند. بین هر یک بین نماز کمبودی ها را پروردگار نابود کردن میکند. نماز خفتن میخوانین تا بامداد، ده ها ساعت از ما و شما گاه گاه بی پروایی ها میگذرد، خداوند به خاطر با نماز بامداد نابودش میکند.
زین خاطر ما دوستدار و همیشه پایبند پنج وقت نماز و نماز جمعه باشیم. خدا خواهد این بشارت ها را پروردگار برای ما و شما نصیب میکند. انسان از همه بالاتر، از همه بالاتر شرف و قدرش این است که دنیا را چنان پدرود گوید که در نامه اعمال او گناه و لغزش و خطا و سهو نباشد. نامه اعمال او پر از کار خیر باشد، پر از کار ثواب باشد. به خدا قسم از همه بنده ها دیده تو در پیشگاه خدا رحمتش نسبت تو دیگر است، نگاهش نسبت تو دیگر است. خداوند همه ما را، فرزندهای ما را، مردم ما را پایبند پنج وقت نماز خواندن و نماز جمعه و محبت و مهر این نمازها را خدایا ادا کردنش در دل ما پروردگار همیشه نگه دارد. فرزندهای ما را خدای مهربان با تقوا و با حیا بگرداند. خدایا ما را، فرزندهای ما را از اجرا کردن جمله کارهایی که خشم پروردگار، قهر پروردگار بیدار می شود خدایا نگه بیداری. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و حبلنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. امین یا رب العالمین. من اکو سوال های در پیشم بوده را جواب می گردانم. خدا خواهد السلام علیکم محترم اکای حاجی میرزا. من یک نفر زن همچون خواهر شما از کلخاز خواجه سرتیز قشلاق غیلات می باشم. من سخنهای نو به نو شما را بسیار گوش میکنم و از شما خیلی منتظر هستم. سخنهای خوب میگوید در نزد مردم. من به شما سوالی دارم. من صاحب شوهر، 2.5 سال شد زندگیم، مادر دو فرزند شدم، فرزندانم از دنیا رفتن. شوهر من که فلانی اینجا نامش گرفته است، شرط نیست که من نامی باید خوانم، در نمازهای جمعه شما اشتراک میکند. من او را حرمتش میکردم، بسیار دوستش میداشتم، وی همه را دوست میداشت. با سبب وفات کردن فرزندان من خوش دامنم به من چخ شدن و با شوهرم مجبور کرد که طلاقش را دهید. شوهرم با گپ مادرش رضا نبود، اما مرا مجبوراً در راه طلاق داد. خب شاهد نبود، در پیش ما هیچ کس نبود، ما تنها بودیم. من 25 ساله هستم و شوهرم 30 ساله. من 5 وقت نماز عبادت خدا را میکنم. شبها نماز تهجد میخوانم، همراه شوهرم با جماعت میخوندیم. محترم برادرم حاج میرزا، من تنها نکاح مسلمانی دارم، همین طلاق شوهرم در نزد خداوند قبول هست یا نه؟ جواب مکتوب مرا بخوانید و جوابش را فرستانید. و با احترام خواهر شما. راستی بار برادر عزیز و گرامی، وقتی که اگر شما زن دریافت کنید که نماز تهجد خوان باشد، 5 وقت نماز خواند، خب گوییم قرآن خوان باشد، شما تصور کنید که شما آدم خدا دادید. شما هم تصور کنید، زیرا پیامبر گرامی من سعادت ابن آدم، ببینید از خوشبختی فرزند آدم، از خدا دادی فرزند آدم این که او صاحب المرأت صالحه، اگر زنی خوب باشد. پیامبر میگه سعادت توست، خدا دادی توست و قدر و بزرگی تو را نشان میتید که خدا برای تو زنی نصیب کرده است که 5 وقت نماز میخواند. با این قناعت نمیکند، شب میخیزد ساعت 2-3 شب تهجد میخواند. باور کنین امروز شاید من غلطم نکنم، 90% زنهای ما تهجد خوان نیستند. 90% اگر 5 وقت نمازشان هم خوانند خدا خیرشان دهد. این جای تنقید و جای ملامت ایشان نیست، ولی 90% شاید که نماز تهجد خوانه باشد.
این یک خدادادی است دادرای عزیز. زنی که اگر در دل او باز مهری نماز تهجد باشد، این گونه زنها را انسان باید که هیچ وقت دور نکند. این بسیار زمین خوب است. زن ضمیر زمین است. وقتی که زنی که اینقدر عفت داشته باشد، این که خدا دوستدار و خدا پرست باشد، از این بسیاری بسیار فرزندهای خوب خداوند به دنیا میارد. این گونه زنها را باید که مورد طلاق و مورد پیش کردن هیچ کس باید قرار نتید. برادر عزیز، برای همین آن طلاقی که بین شما شده است خواهری عزیز، این طلاق راه دارد. هم که گفته باشد طلاق کردم، این راه دارد. روین شما اگر باز صراحتاً بیان میکردین که چگونه طلاق بود، اگر طلاق هایی که حتی به طلاق کردم باشد عدد نبرده باشد، شما میتوانید که با زندگی تان برقرار و بردوام دوام دادن گیرید. برای همین به این طلاق کردگی احتیاطاً شما باز نکاح کنین، اثر نو و با زندگی تان دوام دادن گیرین. انشاءالله زندگی تان درست است و حلال است. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم حاجی محترم، استاد عزیز حاجی مرزا. ما از نیروگاه برقی آبی راغون از شما خواهش میکنیم که با سوال ما جواب گردانید. ما نماز میخوانیم اما ملا امام ما نس میکشد، به طهارت نماز رو میخواند. ما از قفای این خیل ملا امام نماز خوانیم یا نخوانیم؟ نخوانیم دادار عزیز. اگر ملا امام تو نماز سیگاریت کش و ناز کش باشد، شما از پس وای نماز نخونین، اگر تقوا داشته باشین. زیرا که وای یکی از بنده های گناهگار در پیش خدا هست. هر یک انسانی که در جان خودش که پروردگار در قرآن بیان میکند که من برای شما مهربانم، شما هیچ وقت بر ضرر جان خودتان کاری را انجام نتین، تاکید ها مون میکند. پیامبر مون در چندین حدیث های مبارک این گونه انسان ها را در حدیث مبارک من حسن، حتی کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، برای در پیش خدا از جمله شرمنده ها بودن، از جمله اهل خجالت بودن، از جمله گناهکارها بودن، برای تو بس است که یک سامانی را تو در راه نادرست صرف کنی. پیامبر میگه یک سامانی. آیا ناز خریدن و سیگاریت کشیدن، آیا این پول در راه نادرست نمی رود؟ برای نادرست صرف کردن تو در پیشگاه خداوند علی گناهکاری. کجا علی جای کشیدنش؟ حتی خریده برای کسی هدیتی، حتی خریده برای کسی روان کنی، تو در همه گناه هم شریکی. برای من از پس این گونه امام هایی که حتی ناسک کشند و طهارت نکنند، باز از پس شما نماز نخوانید اگر تقوا داشته باشید. شاید که همون نخواندن شما پس همون یکی خدا ای شرم شما شده بس میکنه نماز همون ناسکشی را که قوم ما از پشتون بس کرده ایستاده است، اکو به خاطر خدا بس نکرد، شاید به خاطر شما بس کند. صوفی علیار در کتاب مسلک میگوید که اگر در جایب کدامت اگر ناس یا سیگاریت باشد نماز ثواب ندارد، ولی کشیدن شک طرف همراهت باشد نماز ثواب ندارد. برادر عزیز، با فایده جان خود مانه و شعار اسلام، حدیث پیامبر گرامی، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. مسلمان کسی هست که پیامبر میگد که آدم ایماندار کسی هست که به کسی ضرر نمیرساند. یکم. دویم، چیزی که بر ضرر جان او باشد او را ترک میکند. این را میگن آدم مسلمان ایماندار. او که هم در اقتصاد، هم در اقتصاد، هم در پول، هم در درآمد ضرر دارد، هم در بدن ضرر دارد. بین دو طرف ضرر میرساند. ضرر دیگرش همین است که در خاندان بچت، نبیرات، همه ناشکست، ناسکش و سیگاریت کش میشوند. بچه ها را پول میتین، را برای من ناس بخر. بچه ها را پول میتین، را برای من سیگاریت بخر. اختورا در کجا دلالت داری؟ یا در پیش فرزند ناس میکشی؟
بسیاری از شراب نوش ها را من میدانم که بچه هاشون شراب نوش هم به خاطر اون که پدر هاشون همین کارا که عادت کردن فرزند فکر میکند این پدر من خیلی با عقل است. در تربیه خانه هم زلال دارد. برای این برادرای عزیز و گرامی به کسی سخت نرسد. نوزکش بسیار بتمیز می شود بعد. بسیار بتمیز می شود. اولی بینین همون ناز کیفیتش با در حاجت خانه در بیرون نیست. این هم می کشد، ناز هم می کشد بعد در حاجت خانه می دراید. می ایشینه به حضور. خداشون میگن، خداشون میگن که کیفیتش با در داخل حاجت خانه میگن. برای همین برادرای عزیز از همین چیز دور باشین. از نه از پیامبر من مانده است، نه از اصحاب پیامبر مانده است، این از دورای چنگیز است. بسیار دور باشین. اگر ملایمان در این کار باشد دادرای عزیز هیچ وقت شما از پسش نماز نخوانه. خب السلام علیکم داملو حاجی مرزا، با شما سوالی دارم. از شهرهای روسیه، از نام شهرت و بابا جان و دیگر مسلمان های تاجیک از ریان یاوان، ما نسبت به شما بسیار مهر و محبت داریم و شما را یکی از پیشوایان راه حقیقت میدانیم. در حق ما دعا کنید. خداوند همه آن مردمی که از مردم مسلمان بیرون از خاندانهاشان در شهرهای دوردست برای پیدا کردن نفقه خانواده سعی دارن، کوشش دارن، خدایا رزقهاشان فراخ و با صحت و سلامت به خاندانشان برسانی. آمین یا رب العالمین. ولی برادرهایی که در روسیه کار میکنین یا روسیه میرین گشته میاین، من همچی یک برادری شما، همچی یک خیرخواهی شما، برای شما این قدر گفتنی هم که برادر عزیز و گرامی، اگر ما بادای خداوند جان شما را در همون سفر گیرد، شما حکم شهید دارین، همچنان که شهید در راه خدا شما جان به حق تسلیم کردین. به شرطی که اگر شما در همون دولت ها رفته و همون ایمانداری که در همین جا داشتین، همون خداپرستی که در همین جا داشتین، شما همین را در همون جا دوام تین. یکی یکی رفته شما همون زنهای گویم که با قول روسا همون پرستیتوتکه هایی که در کوچه ها هستند، همون فاحشه هایی که در کوچه ها هستند، بعضی هاتان به خاطر که صاحب خانه شوین، بعضی هاتان به خاطر که تسکین شهوت شود، بعضی ها گویم که نمیدانم شاید که وسواس های شیطانی شما در بیشتر غلبه میکند، دراو دستی به زینا میزنین، دراو همونجا شما ارکگالیک میشوین. بسیاری از جوانهای تاجیک میگن، بسیاری تاجیکا را میدانیم که در قطار همون روزهایی که در کوچه ها خواب میکنن، در کوچه ها مینشینن، فرزندای تاجیک هم برابر اونا هستند. برادرای عزیز و گرامی، کوشش کنید که شما برای نفقه میروید، خداوند برای شما رزق ان شاء الله میرساند اگر شما تازه باشین. حتی ببینین همون مردم روس خودش از همین شراب نوش ها بیزار شده گیان. برای اونا این خیل کارگر شراب نوش هم در کار نیست. حتی بچه ای که نماز شمی خواند، بچه ای که حرام دنه می رود، همو مردمی روز باید دوست می داره با همو خیل کارگر برای خودشون باور میکنن. بچه های را می دانم به خدا می گفتن که حتی کلیدی همون جای پول هاش در من باور کرده است، در دست من دادگی است. به خاطر که من 5 وقت نماز من می خوانم، به خاطر که من خیانت ندارم، در من که نه اولاد نه اجدادش هستم، در من باوری حاصل کرده است. ببینین این باوری را در دل کی در آورد؟ الانمون خدایی که تو باید عبادت میکنی و ایلا کی تو را باور میکند؟ 10 تین 1 سومی روسی در دست دمیتی هست. همه این به خاطر پاکی شما، به خاطر تازه گشتن شما. برام این دادرای عزیز در اونجا صبر کنین، شما صبر کنین. منم میدانم ما هم انسانیم، اینها را همش احساس میکنیم. با چشم رسیدن اون زنهای عریانی که در اون دولت ها هستند، اون دیسکا کلوب هایی که زنها مثال عریان در اونجا گویم که رقص و بازی میکنند، در کوچه ها با مبلغ های معینی که نرخ نامی کرده گیان. ولی شما که اونجا قطعی گذر کردین، چشم شما که رسید، وسواس شیطان شما را بیشتر
به سوی خودش جلب میکند. ولی کوشش کنید این سخنها را در گوشتان گیرین و اراده مستحکم قطعی، همون حکم شهیده که خداوند برای مسافره که فقط در راه درست کار میکند، حلال کار میکند، همین را از بیخکای گوشان دور نکنین. اینجا پدر و مادراتان انتظاره، اینجا در محلداری ها از شما انتظاره، اینجا فرزندکاتان از شما انتظاری دارد. شما رفته در اوج این مشغولیت ها را که شوین بعد خدا زده میشوین، بعد دیگه الله که خداوند شما در نظر رحمت ندارد، دیگه آن چیزی که دریاب میکنین دیگه او پولم در دستان باقی نمیمانم. ولی من نو 4-5 روز پیش در دوشنبه مجلس بود، حضور داشتم، 1740 دختری تاجیک ما کسل سپیچیدگی هند، 1740 نفر. ولی بسیارش از همون جمعه آوردن این کسل ها را، از مهاجرت. برام این دادرای عزیز، هر کدامت که رفتین راهتون سفید، خداوند شما را نگه دارد و کوشش کنین که به حرام ها نروین، پشیمان میشین به خدا قسم. السلام علیکم اکی داملا، چند سوال دارم، خواهش میکنم جواب گردانید. آیا در اسلام حج اکبر هست یا نیست؟ در اسلام حج اکبر نیست. بسیاری از حاجی های ما اعلان میکنن، خبر میتن این سال حج اکبر بود. نه دادرای عزیز، حج اکبر گفتگی نیست. اون آیتی که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذان من الله و الرسول الى الناس یوم الحج الاکبر، این در سوره توبه آیت سیوم، خدا اینجا حج الاکبری که خبر داده است. من کتاب های فتوا را نگاه کردم، در کتاب های فتوا از حضرت عبدالله ابن عباس، از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، از حضرت عبدالله ابن زبیر، از حضرت عبدالله ابن عمرو روایت است که همین حج اکبری که خدا در سوره توبه گفته است، این چی هست؟ این همون روز عرفه است. چگونه که پیامبر گفتن الحج العرفه، حج همون روز عرفه است. انامون روز عرفه را حج اکبر میگویند. این سخن حضرت عبدالله ابن عباس و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هست. و باز دیگر روایت هایی که در کتاب آمده است، حج عمره را حج اصغر میگویند، حج فرضی را حج اکبر میگویند. یعنی مراد همین که هر سال حج اکبر است. هر سال همین حاجی هایی که میروند همین حج حج اکبر است. یعنی به خاطر که فرض بودنش این را حج اکبر میگویند، عمره را حج خرد میگویند، به خاطر که اون عرفات ندارد، به خاطر که اون مزدلفه ندارد. از اون رکنهای فرضی که در حج فرضی است در حج عمره نیست، به خاطر این را حج خرد میگن، اینش حج اکبر یعنی حج کلان میگویند. بعضی عوام الناس، بعضی آدمایی که گویم شاید که سطح دانششون پستر، همون حجی که پیامبر اولین بار که ادا کرده بود همون روز عرفه در روز جمعه آمده بود، پس همه را اخلاص کردن و گفتن همین حج حج اکبر است. ولی این نادرست های، اگر در روز جمعه هم عرفه آید او را ما حج اکبر گفتن میتونیم. حضرت امام مالک صاحب مذهبش میگوید که روز نهر یعنی روز قربانی، این از حج اکبر. حضرت امام شافعی، حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، اینها میگویند که روز عرفه روز حج اکبر است. و حتی همین روز قربانی کردن هم تفسیر ابن کثیر میگوید که همین روز حج اکبر است. یعنی همچنان گفتگوزارهای زیادی در کتاب آمد است. به این خاطر ماها این خیل تصور نکریم که در 30 و چند سال یک بار این حج میاد گفته این حج حج اکبر است. نه، این عقیده غلط است. خب دویوم، پنجشنبه گیر خوردن درست است یا نادرست؟ نادرست است دادار عزیز.
نخورین. ما چند بار این مسئله را گفته بودیم. یکی از مسئله که من زیاد در اطراف این گفتم انا همین مسئله پنجشنبه گیخوری است. نخورین دادره عزیز. حالا ببینین من در کتاب نگاه کردم در قسم دویم صفحه 107 محمود الفتاوا، خدا خیرشان دهد، از دارالعلوم زاهدانند، مفتی خدای نظر در کتابش آورده است که کسی که اگر پنجشنبگی میکند و مردم رفته همو پنجشنبگی را میخرد، وای حلال نخورده است، وای حرام خورده است. برادر عزیز و گرامی، این را مکروه تحریمی میگوید، صاحب کتاب میگوید، مفتی خدای نظر در قسم دویم محمود الفتاوا در صفحه 107 دلیل ها و حجت های خیلی زیاد به خدا دو پشت ورق پر از نامه های کتاب ها آوردن که همین جایز نیست، درست نیست، حاضر مخفی خورده ایستن مردم. این نفس برادر عزیز، اگر پنجشنبه یک طرف حالی بینه، برای چی پیامبر دو روز اگر روزه گیرین، یکی روزی دوشنبه را روزه گیرین، یکی روزی پنجشنبه را روزه گیرین. یکی از سنت های پیامبر همین که دوشنبه و پنجشنبه روزه دار باشین. اگر پنجشنبه گیخری که درست میشد، پیامبر میگو دوشنبه و چهارشنبه را گیرین، پنجشنبه روین پنجشنبه گیتون خورین. آخی یک حجت خودش همین است که پنجشنبه را پیامبر روزه گفتند. برای من حیرت دمی مانی برادر عزیز و گرامی. ولی بعضی هاشو میگن که برای آن که نفهمنشان که پنجشنبه گیخری میروند، های مسجد میبرند، میگه اول راست خونه شون میروند، بعد که تین شید همت آرام آستاک، بعد خونه مرددار میروند. بچاره مر ای گوش نگیره. برای شکم ببین این هیله را، برای شکم ببینید. اگر باور کنین یک پنجشنبه نه، در یک هفته سه روز، دوشنبه، پنجشنبه، شنبه، سه روز اگر خوردنی میشد، نفس از شما راضی نمیشود. باز میگوید که کاش که چهارم روز میشد، کاش که کلی هفته میشد. این سیر نمیکنه برادر عزیز، این نفس انسان. برای من جایز نیست، نکنین دادر عزیز، برادر مهربان، نکنین. اگر به خاطر ثواب کنین شما گناهگار میشین. باز قید میکنم، از حساب همین گفتن در پیش بعضی اهل علم هم سیاه شده. بسیار این مصفدایی که کم و بیش با دعامون میدادن، از حساب همین مسئله دیگر رومون هم نگاه میکنن. ولی به خاطر آن که قسم به نام خدا، به خاطر خدا گپ میزنم، ولی باز میگم در کورپچه ملایی من میشینم، گوشتی کلان در پیش من ای پول میتا در پنجشنبگی در کار شود. ولی ما گذشتیم، از همه ما گذشتیم، لازم نیست، در کار نیست. بگذار اون چه که شریعت معین و مقرر کرده است همو دفع پیرو شویم. به خاطر خدا کنی گناهگاری، درست نیست برادر عزیز و گرامی. وهبه زحیلی در کتابش میگه از فرهنگ جاهلیت است، از دورای پیش از اسلامی در اسلام ما گذشته است. دیگر فراموش نکنید که قانون جمهوری هم با امضای رهبری دولت که در همین مسئله ها گفت و گذار شده است، حدیث پیامبر است که و من یطیع الامیر فقط اطاعنی. پیامبر گفت کسی که پادشاه را اطاعت میکند، معنای او را دارد که اطاعت رسول الله است، اطاعت رهبر، اطاعت گویم جناب حاضره، جناب یالی که در همین باب پنجشنبه و جمعه و هفت امضا کردن، همین را اطاعت در گردن همه ما واجب است، اطاعت رسول الله است. زیرا ای قرآن حدیث بیرون نگفتند. برای چی این کار را میکنیم آخر؟ فایده ما از به خدا قسم، صدقه را کسی پیش راش نگیریم، صدقه کردن بگیر. صدقه همی شهر نیست که همی چار کسی ما را فیراد کنی و شکم ماسه سیر کنید. این امروز بهترین صدقه نیروگای برقی راغون، بهترین صدقه بنامی خدا. از این در صدقه خوب دیگر حاضر کم یافت می شود. یک جایی که برای بهبودی ما و شما، برای آینده ما و شما چقدر نقش کلان می بازد.
حالا بین این صدایی که تمام کوچه را فرا میگیرد با واسطه چی این صدا دور میرود؟ برق است. چهار روز سویتا ما نسوزد، یک دویجا که 200-300 دلار میخریم، هر روز 2-3 لیتر بنزین صرف میکنیم. صرف کنید، خراجاتتون حساب کنید. برای روح پدرت، روح مادرت، اولاد اجدادت کوشش میکنی. این مرحمت جای سهمگذاری، جای خیر احسان. اگر خاطر خدا باشد، برای این کسی که اگر دادرای عزیز تشکیل کننده پنجشنبگی است، یکمش گناهگار در پیش خدا است، کسی دانه و همین ها را اگر در همه جماعت ها خبر نکنه، از او آدمی متهم و گناهگار نیست. اینا را رفته خبر تین درو پیش را شونه گیرن. خب سوم سوالی که کردن، حاجی در موسم حج از یک دوگانه ها دزدی کردن، حج چون قبول هست یا نه؟ از روز که حاجی آمدن من چند سخنه ها شنیدم از زبان برادرای حاجی. از دکان ها دزدیدن بعضی هاش، بعضی هاش از بین یکدیگر پول هاشون را دزدیدن. برای همون من او سخن حضرت سعدی را میگفتم که خر عیسی گر برش به مکه، گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند، زاده خر همیشه خر باشد. شما تصور کنید که خانه کعبه مدینه منوره روضه پیامبر را به چشم میبینی با دزدی داری. خیلی جای به حیایی است به خدا. مثل که در مسجد ها میآیند، همین نماز تمام شد و بعضی آدم ها در پای افضال دزدی ها سر میکنند، معلوم است که وای جمعه خانی نیامده است و وای چی مرادش دزدی کردن پای افضال کدام برادرش است. این حاجی ها هم برادر بعضی از حاجی ها، وای اگر چنده که در احرام هم باشد، در صورت حاجیگی هم باشد، ولی در قلب او همون است، خواهشش مثال دزدیدن است. وقتی که وای خواهشات همون قلب خدا، نفس خدا وقتی اجرا میکند، او یقیناً که اون عبادت هایی که مثال در پیش دارد، اونا در خاطری وای هم نیست، وای در ذوق اجرایش وای هم نیست. برای همون چهار تنگه که دریافت کرده است، یا یکان ساعتی که از دکان دزدیده است، برای همون بس است. خب السلام علیکم اکای داملا، دو سوال دارم. کسانی که افیان و گرین میفروشند، آیا اینها را خبرداری کردن ثواب، خبرکشی کردن ثواب است یا گناه؟ ثواب است برادر عزیز. کسانی که اگر در محله هاتون گرین میفروشند، افیان میفروشند، شما اگر دانین خبرداری کنین، به خاطر که اینا زهر پاشی میکنن. آخر شما میدونین که هزارها جوانای ما و شما را، بچکای ما و شما را، همه اینها را به همین پایبند میکند. او به سعادت همو شپانکایی که میفروشن 10 سامان و 15 سامان، برای او همو 10 سامان 15 سامانی که میفروشد، از هزار فرزندای ما و شما اگر بیکاره، او از هزار فرزندای ما و شما که بیماری ها در مبتلا شدند، برای همون 10 سامانی خیلی قدری بلند دارد. شما بینید برادر عزیز، چرا حتی اینجا با در مکتوب نویسنده است که اگر که خبرکشی کنی با تو را بوز میگن. نوای بوز خود همو فروشنده، نه اینکه شما. شما کسانی هستین که حقیقت را جستجو دارین، شما کسانی هستین که گناه یک انسان را پوشیده نمیکنین. بیرحمی او انسان را بین که او فرزندای ما را زهرالود میکند و ماها گناه او انسان را پوشیده نگه میداریم. برای این اینا هم یک
ضرر رسان های در همه بین ما و شما هستند، چی فاحشه ها باشند، در کدام محل های که فاحشه ها هستند. ولی شما میدونید که بعضی از نوجوان مرد های ما صدقه نام ایمانی و اسلامی و تاجیکی و صدقه گویم همین آدمگریش کند، امروز حتی که دخترک های میده میده را برده به ملت های بیگانه میفروشند در همین جای خودمان، برای 1000 سومی روسی، برای 2000 سومی روسی دخترهای را وابسته کردن که فلانی ها را مثال جلب کن، با 4 تنگه برده دخترهای مردها را، مردم دخترها شد بیراه میکنن. آخی اینا باور کنین یکی از خدا زده ترین 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 همین انسان در روی زمین انامین اینهای هستن که با این کارها مشغول هستند. این خیلی آدم ها را همو افغانستان در آوازا هست که گویا که همونجا در بچه بازی میکنن، اینا را برده دست همو افغان ها در دادن در کاره، تا که فهمن که کنی همی دخترای مردم در همی راه بردن چی تأثیر دارد، بعدا به سری خلاصه میاین. شاید یک تومت در همون حق مردم افغانستان است، ولی دارد در همه جای اینها هستند. حتی وقتای پیش می گفتن که از همین جهت اگر کسی ترمه رود این را همچوزن در همجا استفاده می بردن، همین خیلی انسان ها را. برای همین اگر همین ها را هم که شما ادرس هاشون هم دانین، شما مکتوب نویسین، نامش قطعی نویسین، ما در همین جا می خونیمش، ما ای پیش می شیم. شما اگر نتوانیم گفتن ما از پیش می شیم. برای ما غم ملتمان، برای ما غم این مردمان لازم است. ما ننگ ناموس داریم. کسی اگر هم خیلی دختر فروش ها را و بچه فروش ها را اگر داند، ادرس هاشون را نویسیم برادر عزیز. خب دویم سوال، اگر این را در حالت می گفتم که زن مرا قانع نمی کرد، هر ناز و نوزی زیاد می کرد، من با او گفتم که اگر با تو دیگر همخوابه شوم، همچنان است که با مادرم همخوابه شده باشم. ای قسم چی در کار های مقصد، وقتی که با زن خانداری می کرد، خواهش با زن خانداری کنم، زن مرا قانع نمی کند، مقصد راضی نمی شود و ناز و نوزی زیاد میکند. پس مقصد جنجال شون شده است، گفته از اگر بار دیگر من با تو همخوابه شوم، گویا با مادرم همخوابه شدم. برادر عزیز، اولا در این قسم، قسمم نیست، چیزی ثابت نمی شود، نه طلاق می شود، نه زیهار واقع می شود، چیزی واقع نمی شود. فقط یک شرط نادرست است، فقط یک گویم بسیار جمله های نادرست و ناروا و بسیار سخت برای شما هست، ولی نه زیهار واقع می شود، نه طلاق واقع می شود. در فتاوای هندی من اینا دیدم، ولی این خیلی اراده نکنین. من وقتی که درباره حق مردها صحبت میکردم، همون حدیثی را که من آورده بودم که در حدیث پیامبر گرامی گفته بودن که اذا دعا رجل امرأته الى فراشه، وقتی که مرد زنی خودش را برای همخوابه شدن دعوت میکند، فلم تأتیه، پس زن خواهش نمی کند، خواهش مرد اجرا نمی کند، با مرد همخوابه نمی شود. پیامبر چی گفتند؟ فبات غضبان. بعدا این مرد وقتی خواهش که اجرا نشد غضبناک شب روز کرد، لعنت هل ملائکه. پیامبر گفت برای این گونه زن تا روز لعنت ملائکه های خدا هست. وقتی این حدیث را من خوانده بودم، بسیاری از برادرها من را
اراد گرفتن که همین مسئله هست که شما مقصد در جمعه در بین مردم میگوین، حالون که چیز سختی نیست. ولی بین سوال ها را ببینید، من اینم به خاطر آن گفتم که حتی زن هایی بودن که رسیدن خودشان با شوهر حلالی خودشان شرطنامه قطع کرده بودن، با شرطنامه اگر اجازه دی پگه بازار روم من در اختیار تو، اگر اجازه دیدی مقصد من ترا راضی نمیکنم، یا اگر فلان قدر مبلغ برای من جدا میکنی یا فلان چیز برای من میخری، این خیلی شرطنامه مونده بودن. حتی بعضی هاشون گفتن ما طلاق میکنیم، بعضی هاشون گفتن ما زنا میکنیم. این کار پدر و مادر است. حتی پدر و مادری که باید که دختر وقتی به شوهر میتیم همین مسئله را مادر در پیش او گذاره، این جای عیبش نیست. که یکی از وظیفه های تو خواهری عزیز قانع کردن شوهر است. حتی پیامبر گرامی میفرماید شما اگر بالای اشتر در نشسته باشین یا در حالت گردی تنور در حالت نانپزی باشین، اگر اشاره مرد به سوی شما شود شما گردید تنور را ترک کنین یا از بالای شتر پایان شوین، مرد را راضی کنین، بعد از پیکارتان شوین. اینا را برای چی گفتم پیامبر؟ حکمت این معلوم شود الحال که سبب حتی طلاق، سبب زنا کردن در جوانها پیدا می شود. اینها را حتی که مادرها باید که به فرزنداشون رسونند که دخترم شوهر این خیلی قایده ها دارد، در برابر همه قایده های فهماندن این شم باید که قید کنند. ولی اینجا سوال دیگر هم است در همین باب، حکم معنای همین را دارد دیگر، خواندن شرط نیست. میگد هر وقتی که مقصد طلب میکنیم از زنها، در جواب میگوین که هوا خنک، مقصد یا اینکه همین غسل کردن کار مشکلی، خیلی کن دیگر اینها گوییم که مانع نمیشوند، اینا سبب هم نمیشوند که ما گوییم که بله وقتی هوا خنک شد یا وقتی که غسل کردن برای تو دشوار آمد شوهر راضی نکن. نه، در هر حالتی که مرد خواهش کرد، ولی خدا را شکر آخی این خانه های ما را ببینین، این شرایط های حاضره ما را ببینین، شما با شرایط های دوره های پیش مقایسه کنین اونا در کدام حالت ها قرار داشتند. حتی همین مردهایی که حاضر سن و سالشان به 65 و 70 رسیده است، 40 سال و 50 سال پیش حکایه میکنن که مثلا حتی حمام نداشتیم، در بین حولی ها بازی میکردیم در زمستان. بعضی همون میگن در کنال های آب میرفتیم آب بازی میکردیم. بین زنهای اقلا 40 50 سال پیش ها، حالا که گردهای خانه حاضر خیلی با مدنیت بالا رفتگی است، ولی ترمیکس های گرمه، ولی گردی همون خانک ها مخکمن، ولی پیچک ها زدگی هن، هی چیگا پینه اخی. حسن بصری حکایه میکنه که زمان پیامبر گرامی را چی زنهای نورانی بودن، به خدا خودشون هم نور بود، کارشون هم نور بود. میگد زمانی که زنهای دوره پیامبر گرامی طهارت میکردن، طهارت و تجملت، سرمه میکشیدن، اسمه میکشیدن، خوشبو میکردن خودشون هم، و به نزد مرد ها می آمدن، شوهر هاشون می آمدن. اول مردک اشاره نکرده، مردک خواهش نکرده، اولی جنگ جنجال بینه، نه خواهش داره مردک،
نه چیزی درباره خانداری به این زن گفته است، هیچی نگفته است. همین نوع اراده خواب کردن بکرده است که زنک در حالت طهارت با تمام همون حسن و جمالی که و لباس های تازه و زیبایی که داره می پوشیده و نزد مردکش می آمده. بعد چی می گفته؟ الکی بی حاجه، مردک اگان حاجت داری؟ از می پرسه امیره، از باور کنین خیلی بشاید باشد، یک تنیم تا باشد، از همین درآمده نادرآمده که پرابلم ها سر می شود، مشکلات ها سر می شود. گپ در این که برادرای عزیز یک چیز دیگر من قید کنم، جای قیدش هم است، همین معامله خوبی زنک و همو حسن جمالی که زنک خودش زیبا میکند، خوشبویی که همو زنک خودش میکند، همین خیلی یک ناز و نوزی که در راست مردک میکند، همو مردک حتی مرده باشه زنده میشود، باور کن مرده باشه زنده میشود، همو مردک خواهش هم نباشد، وقتی همین رفتار زنک رو ببیند الکی رنگ روش دیگر میشود. باور کنیم برادر عزیز، این گپ های کتابی هست با خدا، اگر چنده که شاید امروز کم کم که در نظر خودمان مثل که روبرو نشیدیم در همین خیلی زنها، شاید در نظر ما و شما کم تر دیگر زل میتابد. وقتی که مثال مرد خواهش میکنه و زن روی ترش دارد یا یکان درشتانه با او مردک صحبت میکند، خواهش هم که باشد نگه در کار نیست، در کار نیست میگه. برای همین شیخ سعدی میگفتن به زندان قاضی گرفتار به که در خانه بینی در ابرو گیره، همین ابرو ده که گیره را دیدی همون زندان قاضی ده اگر باشی از خانه ده صد برابر خوبه. تهی پای رفتن به از کفش تنگ، ببینین بلای سفر به که در خانه جنگ. چی سخنهای بالای گفتن زنهای دوره صحابه را ببینین، زنهای دوره رسول اکرم را ببینین، چی تعلیماتهای خوبه داشتن. حاضر فقط زنها، نه همه زنها، من همه زنها را در نظر ندارم، بسیاری از زنها تمام آن خوشبوی ها و تمام زیباگی هاش فقط برای رفتن خانه پدر و مادر، برای رفتن یکان جا تماشا یا برای بازار، برای اونجا تمام ناز و سکه ای که دارد همونجا صرف میکنند، در راست شوهر نی. بعدا ببینه برادر عزیز، وقتی که خودش زیبا میکرد، خوشبوی میکرد، نزد مردک دمی آمد میپرسید با من یکان حاجت داری مرد؟ هم را برای چی میکرد؟ به خاطر خدا میکرد. او زنها زنهای تری شهوانی نبودند. مراد از اینجا شهوت دگب نمیرود، مرادی اونا دائم خواهشی با مردک هم خوابه شده نداشتند، همون هم زن بودند مثل همین زنها امروزه، فقط اونها یک چی داشتند در وجود؟ حکومت خدایی داشتند، حکومت ایمانی داشتند، هر لحظه از خدا می ترسیدن. بعدن که میگم مرد که میگفت که رحمت به پدر و مادرت، رحمت برای تربیتگرهای تو، خدا در عمر تو برکات دهد. البته مرد در عوض این خیلی معامله هم تا میگه، همین خیلی میگه که رحمت برای همو تربیتگرهای تو، رحمت برای گویم که آن تربیه ای که شما در خاندان گرفتید، خدا در عمر و جانت برکات دهد. این دعای خیره میگه وقتی در حقش میکرد، بعد چی میگفت؟ میگفت اجازت باشد اگر قبله من، شوهر من، من دو رکعت نماز در حق جان تو خانم، دو رکعت نماز در حق جان تو خانم، از نماز خود چنو میخوانم.
درکت نماز در حق جانت خانم، درکت در حقش گویم نماز میخونه، دعاش و ثوابش در حق مردک حواله میکنه. چه زنهای با تقوای بودن، چه زنهای خدا ترس و خدا پرست بودن. برای همین است که در حیات همو صحابه ها نگاه میکنی چه عبادت های زیبای شب و روز در راه خدا خدمت میکنند، به خاطر که از طرف خانه تنج بودند. شیخ سعدی میگو بیرا پنج نوبت بزن بر درد، اگر یار موافق بود در برد. ببینین بیرا پنج وقت نماز تا بچم به حضور خان. وقتی که در پهلوکت آدم موافق داری، در پهلوکت دختری گویم که پدردار و مادردار داری، رو پنج وقت نماز به حضور دل خواندم بگیر. همه روز اگر غم خوری غم مدار، چو شب غم گسارت بود در کنار. همه روز اگر غم ها و مشکلات هایی که بالای گردن تو باشد، همه اینا غم نیست، همه این غم در یک لحظه میبرارد. کی؟ آن کسی که در خانه آن زن پارسا و خداشناس و خدا پرسته که خدا تره داده است. خب این چی سوال بود که ما ایره قشارش دودیم؟ خب خیم احترام بوده است. انا یک سوال آخران هم میخوانم به همین دعا میکنیم انشاءالله. السلام علیکم بلبل اسلام، ما از راه دور آمدیم، با سوال ما جواب گویید. زنی که در حق شوهری خود گمان بد یا تهمت کند، او را چی باید کرد؟ من وی را نصیحت میکنم نمیشود، وی بسیار مخلص شما هست. خب اکی یک چیز من خلاصه میبرارمدم. مثال زنی که در حق مرد میگه برادر ما گمان های بد دارد و تهمت دارد، هرچی نصیحت میکنم گوش نمیکنه، او مخلص شما هست. من همین سوال ها یک خلاصه برداشتم. کجایی ده که یک کس گپی شما را گوش نمیکنه و بیرهای بعد مخلصی مش میگین؟ اینا ده ها همه مکتوبا را من خواندم، یک کس شراب نوشه میگه همه قمه گمش گپ ها نمیگره مخلصی تای. مثال یک کسش سیگارت میکشه میگه این زنه که مثال نسبت شوهر گمانی بد داره، نصیحت کم نشیده، مثال مخلصی شما. او مخلصی ما باشه انشاءالله شوهر را بالای دست میگرداند. این گپ هوایی های. این گپی که من گفتم در باب احترام زن و شوهر، درباره حقوق شما، درباره حقوق زنها، اون مخلص باشه باور کنین دیگر اخی خدمت شاید که اندازش هم از بالاتر برای شما خدمت کند. وای مخلص من نیست، مخلص ما میشودگی آدم هیچ وقت مثال به اندیشه و به عقلانه رفتار نمیکنه. برای همین شما همون مخلصی شماشه ننویسین، اما قنویسین که مثال همون تهمت هست یا که مثال بهتان در حق ما میکنه. خب برای همین خدا چی جزا معین کرده است همون شا گویم بسای. من مخلصی خودم کسی را میشمارم که آن چیزی که از نام خدا و رسول گفتیم با وای پایبند است، وای وای مخلصی ما. زیرا خواهش ما همین است که برادرایی که ما را گوش میکنند، احترام میکنند، حرمت میکنند، آن چیزی که من قال الله گفتم و قال رسول الله گفتم به دندانهای کرسی باید دارند. زیرا سخن خدا و سخن رسول الله است و تمام مهنت و زحمت ما هم برای همین اصلاح گویم جامعه، برای بهبودی اخلاق حمیده هر کدام ما و شما است. خدا عاقبت همه ما و شما را بخیر کند، ایمانهای همه ما و شما را با سلامت نگه دارد و خدای مهربان عزت هم دنیا و هم آخرتی ما را بلند بگرداند. گذشتگان همه ما و شما را خدای مهربان مغفرت بگرداند. بیماری های اهل این جمعیت ما را و تمام مسلمان ها را خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی. تمام مسافرها را پروردگارا صحت و سلامت به خاندانشان بر بگردانی. امروز که یکی از کارهای خیلی نیکی که برای بنیاد همین نیروگاه برقی راغون که همه کمر همت بستند، دعا کنیم که خداوند همین کار خیره، همین کار نیکه به آخر رسانیدنش برای این مردم ما نصیب و روزی بگرداند.
و نفع او را فایده او را هم خدایا برای فایده تمام مسلمان های ما و شما و بیرون از ما و شما بگرداند. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. برادرایی که از راه های دور آمدند، اینجا برادرای ما از غازی ملک آمدند، برادرای ما از قرغن آمدند، برادرای ما از ریگر آمدند، یک دو برادری ما از اسفرا آمدند، خدایا قدمایشان در حسنات نویسی و با صحت و سلامت خدای مهربان به خاندانشان رسانی. آمین یا رب العالمین. خب اینجا در کم یک امیر بینم برادر از مومین آباد در حق پدرش گذشته بوده است. یک برادر دو دانه قرآن آورده بوده است. شخصایی که در صندوق خیریه دعا کنیدن. یک برادر از حکیم آباد میتی گذشته، نامش نعمت الله. یک برادر از مومیرک خب در حقش گفتن دعا کنید. و بابای استافیزم از محله خودمان که در حق ایشان هم گفتن دعا کنید. خدای مهربان همه اینها را رحمت و مغفرت بگرداند و هر آرزو و امیدهایی که بندگان تو دارد خدای با فضل کرمت حاصل گردانی. آمین یا رب العالمین. خدا همه شما را صحت و سلامت تا جمعه آینده نگهدارد. من شاید یک جمعه یا دو جمعه دیگه سوال جواب میکنم و بعد میگذاریم در قصه اصحاب پیامبر، فضیلت صحابه های پیامبر، صحابه کی را میگویند، اونها چی ها خدمت در راه خدا کردند، چرا امروز شخص های پیدا میشوند که نسبت اصحاب پیامبر بعضی تحقیرها دارند، بعضی ایرادگیری ها و کمبودی ها گیری ها دارند. انشاءالله من از روی اینها بعد معلومات پوره اگر خداوند برای من مهلت دهد و وقت دهد من برای شما پوره درباره اصحاب پیامبرم صحبت میکنم. خداوند شما را همیشه صحت و سلامت نگه دارد.